به نام خدا سلام میکنم خدمت همه خیلی عزیز من، خیلی ایرانی خارج از کشور، همراهان همیشگی مؤسسه خیریه نیکگاما. یه گزارش در مورد یک ماه پایان تابستان من خدمتتون عرض بکنم از عملکرد مؤسسه و کارهایی که انجام شد. اول در زمینه مدرسه سازی صحبت میکنم. ما افتتاح دبیرستان دخترم پروفسور مریم میرزاخانی و در یکی از بخش‌های شهرستان شیروان استان خراسان شمالی داشتیم که انجام شده. سه مدرسه دیگه آماده است، آماده افتتاح است، منتظر این هستیم که بریم و افتتاحشون بکنیم. در سه روستای استان کردستان، روستاهای مختلف جاهای مختلف استان کردستان، یک کلنگزنی مدرسه داریم در روستای بالک مریوان استان کردستان که ایشالا با امده خودش شروع میشه به کار کردن. بحث لوازم و تحریر رو داشتیم، بیشتر از 400 پک کامل لوازم و تحریر انشاءالله برای یک سال بچه ها کفایت بکنه. بیش از 400 تا برای استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و اصفهان با کمک عزیزان و همراهی همکاران توی مؤسسه جمع‌آوری شد به نام هر کدوم از بچه هایی که لیستشون مددکاری شده بود و فرستاده بودن پک شد و برشون فرستاده شد. داریم تلاش میکنیم برای اینکه 100 عدد تبلت برای مددجویان معلول سازمان بهزیستی تهیه بکنیم که بتونن آموزش از راه دور رو در حقیقت توسط بس شدن به سامانه شاک آموزش و پرورش که الان به خاطر شرط کرونا به وجود اومده انجام بدن. این پروژه در حال انجامه که 100 عدد تبلت برای 100 از معلولامون تهیه بشه. خدمتتون عرض بکنم در مورد مرکز بهزیستیمون، ما قبلا مجوز مرکز نگهداری مرکز شبه خانواده خانه کودک و نوجوان 12 تا 18 سال کرمان هم به شکل شفاهی به همون گفته بودن که این مجوزی به همون میدن. الحمدلله مجوز رسمیش هم برامون صادر شد و الان ما مرکز خانه گل هامون که بچه 6 تا 12 سال هستن دیگه 12 تا 18 سالش هم در حقیقت عملا را ما مجوز داریم که داریم کار مقدماتیش رو انجام میدیم برای اینکه بتونیم برای اون بچه هم جایی داشته باشیم. خدمتتون عرض بکنم در مورد مرکز توانبخشی خل دختر که بعد از سیل شروع کرده بودیم، مرکز جامعه توانبخشی خل دختر در استان لرستان که بعد از سیل شروع کرده بودیم کار کردن، الان دو طبقه تکمیل شده و مراحل سفت کاریش داره انجام میشه. کار بسیار سریع و خوب پیش رفته، از این بابت خیلی خوشحالیم که در استان لرستان شهرستان خل دختر این تنها مرکز جامعه توانبخشی داره به سرانجام خودش نزدیک میشه با سرعت کاری که داره انجام میشه. تهیه مواد خوراکی و مسائل آسایشی مرکز فرخونده رو داشتیم که مرکز توانبخشی توی تهران برای حوالی 80 مددجوی بزرگوار نیازمندمون که معلول ذهنی حرکتی هستن کار انجام شده. اینها مسائلی بودش، اینها جدایی از مسائلی که در مورد کرونا همچنان ادامه داره، داریم انجامش میدیم. بعضی جاها احتیاج به دستگاهایی دارن که اون دستگاه رو تهیه کردیم و بحث حفاظت شخصی ها همچنان وجود داره و داریم کارش رو انجام میدیم در بیمارستان ها و یا مراکز اورژانس مختلف. یک پروژه است که خیلی پروژه مهم و با اهمیتی ماه پیش خدمتتون عرض کرده بودم، الان دوستان روش تاکید بکنم. پروژه اینونه، ما الان داریم سه ماه هر روز 3060 عدد نان تازه برای 1020 خانواده تهیه میکنیم. یعنی ما هر روز داریم 3060 عدد نان تازه میدیم دست 1020 خانواده. این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. در مجموع در سه ماه ما 240,000 عدد نان دادیم به خانواده های عزیز و بزرگوار و کرامتمندی که متاسفانه شرایط مالی خوبی نداشتن در نقاط کم برخوردار کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان سکونت دارن. شرایط کرونا هم قضیه رو سخت‌تر کرده از نظر اقتصادی. ما داریم سعی میکنیم با دادن تهیه نون تازه و روزانه
دادن سه عدد نان به هر کدوم از این 3000 رو به هر کدوم از این 1020 خانواده و در مجموع توی 3 ماه 240000 عدد نان در شهریور، مهر و آبان. خیالمون حداقل از تغذیه اولیه عزیزان که بر مبنای نونه راحت باشه. این اتفاق داره الحمدلله با هماهنگی سازمان بهسیستی، نحوه کمک‌رسان محلی و تامین بودجه تمام و کمال و کار و بخش بزرگی از کارهای اجرایی مؤسسه خیریه نیکگامان به شکل کاملا مردم نهاد انجام میشه. فکر نکنم چیزی رو از جا انداخته باشم. در کنار این قضایی ها کارهای دیگه هم انجام میشه. سعی کردیم که تیتروار مسائل مهم رو خدمتتون عرض بکنیم. دست شما درد نکنه مپیای عزیز، خیلی خارج از کشور، ممنون که به ما کمک میکنید. کمک شما در کنار کمک خیرین داخل کشور باعث میشه که ما به کارهای بزرگتری بتونیم دلخوش باشیم و انجام بدیم. مسلما کمک شما خیرین خارج از کشور بارهای خیلی بزرگتری رو از دوش عزیزان همیهنمون برمیداره. متشکرم.